2 سال پیش گروهی از ایرانیان با پشتیبانی حزب سبزها در آلمان تصمیم گرفتند که به دیدن این اردوگاه‌های مرد برند و بیشتر به خاطر نشان دادن این بود که ایرانیان موافق آن مواضعی که از سوی دولت رسمی جمهوری اسلامی در ایران اعلام میشه نیستند و بخوان افکار عمومی اروپا رو به ویژه آلمانی ها رو به این جلب بکنند که ایرانیان الزاماً با حکومت خودشون در این زمینه هم عقیده نیستند. ما به اردوگاه کار اجباری که بعدها به اردوگاه مرگ مشهور شد، اردوگاه آشویتز و بیرکناو رفتیم که اینها در واقع دو تا اردوگاه مرگ مکمل همدیگه بودند. یعنی در یکی از اینها زندانیان کار میکردند، اگر تا زمانی که نیروی جسمیشون بهشون اجازه میداد، در شرایط بسیار بسیار واقعا دردناکی زندگی میکردند، کار روزانه تا 14 ساعت انجام میدادن و بعد شبها اگر به خصوص اونهایی که سرکشی میکردن در شرایط بسیار واقعا غیر انسانی، برای مثال در زمستان در سرما کاملا لخت و یا با لباس اندک در یک چهار دیواری که فقط بدن اینها توشون میتونست جا بگیره، به طور ایستاده مجبور بودن وایستن و به اصطلاح شبشون رو بگذرونن و فردا صبح زود دوباره سر کار برن. و بعد در بخش دیگری که من فکر میکنم سردرش رو در بسیاری از فیلم هایی که مربوط به نازی ها هست، سردر همون اردوگاه بیرکناو هست که اونجا برده میشدن، بعدا برای در اتاق های گاز اول خفه میشدن و بعد جسدشون آتش زده میشد. بسیاری از این اتاق ها و یا اون کوره های آدم سوزی خود رژیم هیتلر زمانی که متوجه شد ممکنه جنگ رو ببازن، بسیاریش رو از بین بردن، برخیشون در بمباران ها از بین رفت، ولی هنوز بقایای اون هست و برخیشون رو هم بعدها اینها بازسازی کردن به عنوان نمونه. و در این حال شما در جای آلمان به خصوص حرکت بکنید، در همین اطراف برلین تعدادی اردوگاه های اینچنینی وجود داره، البته اردوگاه مرگ نبود ولی اردوگاه همین نازی ها بود که درش حالا اگر اینها رو در اتاقهای گاز خفه نمی کردن ولی آزمایش های پزشکی بسیار غیر انسانی روی اینها انجام می دادن. یکیشون در همین 70 کیلومتری برلین هست که من سال پیش رفتم دیدم. و در هر جای آلمان به طرف اروپای شرقی که برین از این اردوگاه ها وجود داره و حالا اردوگاه آوشویتز به عنوان یک نمونه، مشی نمونه یا خروار، و در واقع چون ایستگاه آخرین زندانیانی بودش که از سراسر دنیا، شما باور نمی کنین حتی از یونان اینها خانواده های یهودی رو حمل می کردن و اونم نه اینکه ما می بریم شما رو بکشیم، بلکه اینها رو به عنوان اینکه می خواهیم شما رو در جای دیگری اسکان بدیم و با کار و زندگی و جدید به اصطلاح شما میتونید شروع بکنید، اینها رو می آوردن به این اردوگاه ها. اونها هم به بیخبر از همه جا، البته مجبور بودن چون وقتی که یک قدرتی میخواد آدم ها رو جابجا بکنه و اون آدم ها هیچ امکانی ندارن که بتونن مقاومت کنن، طبیعتا تن میدن و اینها بار و بندیلشون رو تو چندین چمدان جمع میکردن و رهسپار این اردوگاه ها میشدن و بعد در اونجا پس از اینکه در واقع شیره جانشون کشیده میشد به کوره های مرگ سپرده میشدن.